با نام و یاد خدای مهربان با عرض سلام و ادب و خسنه باشید خدمت تمام شما بیننده های عزیز و دانش آموزان گرام خوش آمدید به بخش دیگری از سلسله درس های فیزیک و بندم مصطفی باتوری در ادامه درس های فیزیک سنف دوازده در خدمت شما عزیزان قرار خب دوستان ما در جلسه درسی قبلی انبساط خطی یا انبساط طولی را با هم مطالعه کردیم گفتیم تغییرات طول جسم را تحت اثر تغییرات درجه حرارت به نام انبساط خطی یا انبساط طولی یاد میکنن رابطه از را با یک جدول از ذرایب انبساط خطی را با هم مطالعه کردیم امروز میایم دو نوع دیگه انبساط را به نام های انبساط حجمی و انبساط سطحی با هم مطالعه میکنیم پس ما درس ما در فصل چهارم صنف دوازده در خواص حرارتی مواد و در عنوان انبساط سطحی و انبساط حجمی است خب دوستان در شکلی که شما میبینید لاین های برق هستند که ولتاژ بلند را از سب ها یا از بندهای برق به شهر انتقال میتن آیا تا حال از خود سوال پرسیدید که چرا این لاین ها در این فاصله دور از هم قرار می گیرند؟ آفرین یکی از دلایل از بحث انبساط است زمانی که در فصل تابستان سیم ها انبساط می کنن و به سمت پایین آویزان می شن، باید در فاصله ای از هم قرار داشته باشند که وقتی قوه برقی بین از اینا وارد می شن سیم ها به هم تماس پیدا نکنند. خب دوستان پس انبساط خطی انبساط سطحی و انبساط حجمی حتی در محاسبات انجینیری برق هم بسیار مهم است کاربردهای زیادی را در بحث در نظر گرفتن انبساط ها در زندگی روزمره باید در نظر داشته باشیم خب در بحث درس امروز ما موضوع انبساط سطحی را مورد مطالعه قرار میدیم اگر یک جسم را ما در نظر بگیریم با مساحت a یک اگر بر به اندازه کافی حرارت داده شود طوری که درجه حرارت از جسم به اندازه دلتاتی افزایش پیدا کند نتیجه ای خواد بود که مساحت جسم تغییر می کنه. مساحت از ای 1 تبدیل می شود به A1 جمع دلتا A یا مساحت اولی جمع تغییرات مساحت که مجموعا ای را میگن A2 یا مساحت نهایی ما حال ای به کمک رابطه و نکات که داریم مطالعه میکنیم در انبساط سطحی تغییر مساحت جسم در اثر تغییرات درجه حرارت را به نام انبساط سطحی یاد میکنند مشابه انبساط خطی که ما قبلا مطالعه کردیم میگیم تغییرات مساحت جسم اول رابطه مستقیم به مساحت اولی داره و تغییرات مساحت جسم رابطه مستقیم با تغییرات درجه حرارت داره که اگر ما و شما بخوایم تغییرات مساحت را دریافت کنیم توسط دو رابطه تعیین میشه تغییرات مساحت میشه مساحت دومی منفی مساحت اولی که به صورت عموم صدق میکنه چه تحت اثر استرس چه تحت اثر حرارت اما به صورت خاص انبساط حرارتی سطحی به کمک ازی رابطه تعیین میشه دلتا ای یا تغییرات مساحت میشه ای 1 یا مساحت اولی ضرب دوچند آلفا یا دوچند ضریب انبساط خطی ضرب دلتا تی خب دوستان در رابطه فوق ضریب دو آلفا که به نام گاما زیاد میشود می به نام ضریب انبساط سطحی یاد می گردد و واحد اندازه گیریش هم مثل ضریب انبساط خطی یک بر درجه کالوین یا یک بر سانتیگرید یا همچنان سانتیگرید به نام منفی یک یا کالوین به نام منفی یک است خب دوستان اگر در سوالی شما دیدید که برای شما ضریب انبساط خطی داده شده بود شما ابتدا این ذریب انبساط خطی را دوچند میکنید تا ذریب انبساط سطحی دریافت شود و بعد از اون در حل سوال میپردازید خب دوستان ما در یک قسمت یک مثال را داریم البته در کتاب سنف دوازده هیچ مثالی از انبساط سطحی نامده ولی یک مثال را ما اضافه میکنیم مساحت یک جسم آهنی یا صفحه آهنی 200 سانتی متر مربع است اگر درجه حرارت این صفحه از 20 درجه سانتیگرید به 120 درجه سانتیگرید افزایش یابد تغییر مساحت این صفحه را دریابید خب دوستان ابتدا ما کمیت هایی را که در سوال داریم لیست میکنیم و بعد از او هم میریم سراغ حل سوال مساحت اولی ای صفحه آهنی 200 سانتی متر مربع است 200 سانتی متر مربع حرارت اولی از این صفحه 20 درجه سانتیگراد است اما حرارت نهایی صفحه برابر است به 100 و 20 درجه سانتیگراد از شما خواسته تغییرات مساحت را دریافت کنید در حالی که برای ما گفته صفحه آهنی و در صفحه آهنی ضریب انبساط آهن مهم است ضریب انبساط خطی آهن 12 ضرب به بنمای منفی 6 کالوین بنمای منفی یک است خب دوستان ما این ضریب را با استفاده از جدولی که جلسه قبلی در بحث ضریب انبساط خطی مطالعه کردیم با استفاده از اون جدول میتونیم دریافت حال ما اگر بخواهیم بیتا گاما یا ضریب انبساط سطحی را محاسبه کنیم میشه دوچند آلفا یا دوچند ضریب انبساط خطی ضریب انبساط خطی آهن بر ما داده شده دوازده ضرب ده بنمای منفی شش کالوین بنمای منفی یک اگر ما این عدد را ضرب دو کنیم حاصل میشه 24 ضرب ده به نمای منفی 6 کالوین به نمای منفی 1 این میشه ضریب انبساط خطی سطحی آهن حال ما تغییرات درجه حرارت را حساب میکنیم دلتا تی برابر میشه به تی دو منفی تی یک یعنی ما از 120 درجه سانتیگراد 20 درجه سانتیگراد را کاهش میتیم و حاصل برابر میشه به 100 درجه سانتیگراد و چون تغییرات سانتیگراد و کالوین با هم مساوی هستند این تغییرات 100 درجه سانتیگراد مساوی میشه به تغییرات 100 درجه کالوین قسمت حل سوال میگیم دلتا ای یا تغییرات مساحت برابر میشه به ای یک یا مساحت اولی ضرب گاما یا ضریب انبساط سطحی ضرب دلتاتی یا تغییرات درجه حرارت قیمت گذاری میکنیم مساحت اولی در سوال داده شده 200 سانتی متر مربع ضریب انبساط سطحی را ما دریافت کردیم 24 ضرب ده بنامای منفی 6 کالوین بنامای منفی 1 و تغییرات درجه حرارت میشه 100 درجه کالوین خب دوستان کدام کمیت ها در این رابطه قابل اختصار هستن؟ آفرین ما میتونیم کالوین را با کالوین بنامای منفی 1 یا برعکس کالوین اختصار حال اگر ما بریم سراغ بحث درسی سنف دهم ده عدد نویسی علمی اگر ما صد را ضرب دو صد کنیم اگر بخواهیم این اعداد را به صورت علمی نوشته کنیم حاصل چند میشه؟ آفرین دوستا دو ضرب ده به نمای چهار در این باقی میمانه بیست و چهار ضرب ده به نمای منفی شش و واحدی که باقی مانده سانتی متر مربع است عدد با عدد و طاقت را با طاقت ساده سازی می کنیم دو ضرب 24 48 ضرب شما می فهمید اگر دو عدد با توانهای مختلف در حالت ضرب باشن از قاعده های مساوی یکی را می گیریم و توانها را با هم جمع می خب به او اساس اگر ما از بین دو تا ده یکی را مشترک بگیریم و توانها را با هم جمع کنیم مثبت چار جمع منفی شش حاصلش چند میشه؟ آفرین ده بنامای منفی دو و واحد سانتیمتر مربع اما ما معمولا زمانی که دو عدد, دو عدد را در قسمت اعداد صحیح داشته باشیم دبنمای مای منفی دور دیگه در قسمت ضریب قرار نمیتیم دبنمای منفی دور حذف میکنیم و دو خانه اشاری به طرف چپ انتقال میتیم سفر اشاری 48 و واحد میشه سانتیمتر مربع یعنی مساحت از این صفحه آهنی سفر اشاری 48 سانتیمتر مربع تغییر داد. خب دوستان این مثال رو یک بار دیگه از نظر بگذارانید ما ابتدا ضریب این خطی را دو دوچند کردیم تا سطحی دریافت شود 24 ضرب دون مای منفی 6 بعد از او هم تغییرات درجه حرارت را دریافت کردیم 100 درجه سانتیگرید یا 100 درجه کالبی و بعد از او هم تغییرات مساحت را محاسبه کردیم که تغییرات مساحت شد 0.48 سانتی متر مربع خب دوستان این مثال بسیار ساده ای از انبساط سطحی بود حال میریم سراغ بحث انبساط حجمی یا نوع آخر انبساط که در کتاب مکتب بر ما وجود دارد انبساط حجم تغییر حجم جسم در اثر تغییرات درجه حرارت به نام انبساط حجمی یاد میشم خب در انبساط حجمی هم مثل دو نوع انبساط قبلی تغییرات حجم با حجم اولیه رابطه مستقیم داره و تغییرات حجم با تغییرات درجه حرارت هم رابطه مستقیم داره که در نتیجه تغییرات حجم را میتونیم از وی دو منفی وی و یا میتونیم از وی یک ضرب سه آلفا ضرب دلتاتی دریافت کنیم این به خطی یک آلفا این به سطحی دو آلفا و این به حجمی سه آلفا پس ما میگیم در رابطه فوق سه آلفا که به حیث ضریب ثابت قرار گرفته که به حرف بیتا هم نشان داده میشه به نام ضریب انبساط حجمی یاد میشه و نظر به مواد مختلف قیمت آن متفاوت است اما واحد اندازهگیری ضرایب انبساط چه در طولی چه در سطحی و چه در حجمی یک بر کالوین یا یک بر سانتیگراد هست و یا هم سانتیگراد به نمای منفی یک یا کالوین به نمای منفی یک در قسمت انبساط حجمی هم در کتاب برای ما یک جدول داده شده که در سالهای قبلی از این جدول سوالات شامل فرم کانکور بودن اما در سالهای اخیر سوالی از این جدول شامل نیست مواد را در این جدول نام گرفته و ضریب انبساط خطی شنه از جنس یک که بر کالوین ایتر یک یا پینجا و یک ضرب ده بنمای منفی سه کالوین بنمای منفی یک ضریب انبساط حجمیش است کاربون تتراکلوراید یک اشاریه هجده ضرب دبن مای منفی سه الکل یک اشاریه سفر یک ضرب دبن مای منفی سه بنزین سفر و نواد پنج ضرب دبن مای منفی سه تل زیتون سفر اشاریه شست و ضرب منفی سه آب سفر اشاریه بیست یک ضرب دبن مای منفی سه سیماب سفر اشاریه هجده ضرب دبن منفی سه و مس و آهن هم ضرایب انبساط حجمیشان از سه چند ضرایب انبساط خطی دریافت میشن که برای مز ضرایب انبساط خطی بود 17 ضرب ده مای منفی 6 و سه چندش میشه 51 ضرب ده بر منفی 6 و برای آهن که ضریب انبساط خطی بود 12 ضرب ده بر مایع منفی 6 ضرایب انبساط حجمی میشه 36 ضرب ده بر مایع منفی 6 خب دوستان عزیز در بحث انبساط حجمی به خاطر که مفهوم انبساط را شما بهتر یاد گرفته بتانید یک تجربه را برای شما داریم خب دوستان عزیز ما در این آزمایش ساده یک اجاق گاز را برای تولید حرارت نیاز داریم یک ظرف آب را به حیث سرد کننده در اینجا استفاده میکنیم و همچنان یک وسیله به نام انبساط دهنده ی حجمی رو در اینجا استفاده میکنیم که بهتر برای ما بحث انبساط حجمی رو تشریح کنم این وسیله انبساط حجمی از یک حلقه و یک کره ساخته شده از جنس برنج زمانی که شما در حالت عادی یا در حالت سرد میخواهید کره را از داخل حلقه عبور بدید به بسیار سادگی و بدون کدام بندش از داخل حلقه میتونه عبور کنه اما زمانی که این بالای آتش قرار داده میشه و حرارت میگیره در اثر انبساط از درون از حلقه عبور کرده نمیتونه خب در این آزمایش ما ابتدا منبع حرارت را یا گاز را فعال میکنیم کره را ما روی آتش قرار میتیم یا روی شعله آبی رنگ گاز قرار میتیم تا این حرارت بگیره. اما حلقه را در یک کنار میمانیم تا از منبع حرارت دور باشه خب ما این کره را به مدت سه دقیقه حرارت دادیم حال میبینیم که این کره آیا باز هم از داخل حلقه عبور خواهد کرد؟ شما میبینید که کره از داخل حلقه عبور نمیتونه و دلیلش هم این است که انبساطی که در کره صورت گرفته باعث میشه که حجم از افزایش پیدا کنه و در نتیجه از داخل حلقه عبور نکنه خب ما اگر این کره را دوباره سرد بسازیم کره را دوباره سرد بسازیم و این آزمایش را مشابه بار اول دوباره انجام بتیم دقت کنید کره به اندازه کافی سرد شده کاملا به حرارت اولیه خود برگشته اگر حال ما باز هم این کره را داخل حلقه قرار بتیم شما میبینید که باز هم کره از داخل حلقه عبور میکنه پس یک نمایش بسیار ساده و یک تجربه بسیار ساده از انبساط حجمی است که البته انبساط حجمی نه فقط در وسیله بلکه در تمام انواع فلزات و موادی که در طبیعت ما میبینیم و با اونا سر و کار داریم استفاده میشه خب دوستان حال در ادامه ما یک مثال را در کتاب مکتب از بحث انبساط حجمی داریم مثال کتاب مکتب فصل چهارم صفحه 88 در کتاب مکتب دو سوال از بحث انبساط حجمی وجود داره که یک مثال عزیزه ما کار میکنیم و یک مثال دیگه ازی کار خانگی میمانه برای شما دوستان عزیز مثال کتاب مکتب در فصل چهارم صفحه 88 گفته یک فلاسک مسی که 150 سانتی متر مکعب حجم دارد تا لبه از تل زیتون پر شده است اگر درجه حرارت سیستم از 6 درجه سانتیگراد به 31 درجه سانتیگراد تزاید نماید و چه اندازه تل از فلاسک بیرون خواهد ریخت خب دوستان عزیز ابتدا ما کمیت های شامل در این سوال را لیست میکنیم بعد از او یک تشریح کوچک داریم به خاطر حل سوال حجم اولی تل زیتون برابر است به 150 سانتی متر مکعب خب دوستان این فلاسک خودش از جنس مس ساخته شده که ضریب انبساط حجمی برای مس برابر است به 51 ضرب 10 بنمای منفی 6 کالوین بنمای منفی 1 و در داخل از فلاسک تل زیتون وجود داره که ضریب انبساط حجمیش از 0.68 ضرب ده مای منفی 3 کالوین نمای منفی 1 حرارت سیستم تغییر میکنه از 6 درجه سانتیگراد به 31 درجه سانتیگراد. از شما خواسته چه مقدار تل زیتون از داخل فلاسک خارج خواهد خب دوستان عزیز ابتدا یک نکته را در قسمت حل این سوال براتان میگیم زمانی که یک فلاسک فلزی داشته باشیم و در داخل از این مایع پر شده باشه اگر شما به سیستم حرارت بتین در حقیقت هم به فلز حرارت دادید یا به فلاسک حرارت دادید و هم به مایع داخل فلاسک حرارت دادید پس در اینجا در حقیقت دو انبساط صورت میگیره انبساط فلاسک و انبساط مایع زمانی که فلاسک انبساط میکنه و مایع هم انبساط میکنه یک مقداری از مایع اضافه شده دوباره در داخل فلاسک جا میشه اما متباقیش یا اضافیش از داخل فلاسک خارج میشه شما فرض کنید اگر امی فلاسک 150 سانتی متر مکعب تل زیتونش به اندازه 10 سانتی متر مکعب زیاد شود و خود فلاسک یک سانتی متر مکعب افزایش پیدا کنه پس در نتیجه 9 سانتی متر مکعب تل زیتون از فلاسک خارج میشه چرا چون از اون 10 سانتی متر مکعب باز هم یک سانتی متر مکعب در داخل فلاس باقی میمونه خب دوستان حالا میریم سراغ حل این سوال اول ما تغییرات درجه حرارت را حساب میکنیم تغییرات درجه حرارت برابر میشه و تی دو منفی تی یک تی دو سی و یک درجه سانتیگراد هست و تی یک شش درجه سانتیگراد. از سی و یک شش را کم کنیم بیست و پنج درجه سانتیگراد. تغییرات در سانتیگراد کالوین با هم مساوی هستند پس 25 درجه سانتیگراد تغییراتش مساوی میشه با 25 درجه کالوین حال ما انبساط را در دو مرحله باید حساب کنیم هم بالای فلاسک مسی هم بالای تل زیتون در فلاسک مسی تغییرات حجم مس مساوی می شود حجم اولیه ضرب ضریب انبساط حجمی مس ضرب دلتاتی یا تغییرات درجه حرارت پس تغییرات حجم مس مساوی می حجم اولیه 150 ضریب انبساط حجمی مس ضریب انبساط حجمی مس 51 ضرب 10 بنمای منفی 6 کالوین بنمای منفی 1 و تغییرات درجه حرارت هم 25 درجه کالوین است خب اگر ما کالوین را با, با کالوین بنمای منفی 1 اختصار کنیم 150 ضرب 51 ضرب 25 و حاصل از اینا رو ضرب ده و نمای منفی 6 کنیم حاصل نهایی تغییرات حجم مس یا فلاسک برابر میشه با 0 اشار یه 19 سانتی متر مکعب خب دوستان اگر 150 ضرب 51 و ضرب 25 شود و حاصلش با دبنمای منفی 6 ساده شود حاصل میشه صفر شاری 19 سانتی متر مکعب حال ما تغییرات حجم زیتون را حساب میکنیم تغییرات حجم زیتون میشه حجم اولی ضرب ضریب انبساط حجمی زیتون ضرب دلتا یا تغییرات درجه حرارت پس تغییرات حجم زیتون مساوی میشه حجم اولی 150 سانتی متر مکعب ضریب انبساط حجمی زیتون صفر شاری شستا اش ضرب ده بنامای منفی سه کالوین بنامای منفی یک و تغییرات درجه حرارت 25 درجه کالوین است. کالوین با کالوین بنامای منفی یک اختصار میشه اگر ما 150 را ضرب صفرشاری شست تا هشت کنیم ضرب 25 کنیم و حاصل از اینا رو با ده منفی سه ساده بسازیم تغییرات حجم تل زیتون برابر می شود دو اشاری پینجا و پنج متر مکنه حال شاگردهای باهوش میتونن این بسیار ساده بفامن که تغییرات حجم مص و روغنده ای حالت با هم جمع میشن یا تفریق میشن آفرین دوستا. کلتان دانش آموزای لایقی هستین در قسمت تغییرات کلی حجم ما باید از تغییر حجم زیتون تغییر حجم فلاسک را تفریق کنیم در نتیجه تغییرات حجم کلی برابر می شود تغییر حجم زیتون 2.55 سانتی متر مکعب و تغییرات حجم فلاسک 0.19 سانتی متر مکعب خب اگر ما این دوتا را از هم تفریق کنیم دلتاوی یا تغییرات حجم نهایی میشه صفر شاری با مذرت دو اشاریه و مکعب یعنی در نتیجه دو اشاریه سی سانتیمتر مکعب تل زیتون از داخل فلاس خارج میشه خب دوستان عزیز حال مثال بعدی رو شما از نظر بگذارانید کمیت های شامل در سوال را لیست کنید و این سوال را خودتان کار کنید یک فلاسک مسی که 150 سانتی متر مکعب حجم دارد تا لبه از تل زیتون پر شده مشابه سوال قبلی اما اگر درجه حرارت سیستم از 6 درجه به 26 درجه برسه یعنی فقط 20 درجه سانتیگراد تغییر کنه تغییر مقدار تل خارج شده از داخل فلاسک چقدر خواهد خب این مثالی است که شما با استفاده از مثال اولی که ما کار کردیم و نمونه ازیره خودتان کار کنید. دوستان عزیز ما در این جلسه بحث انبساط های حرارتی را با موضوع انبساط سطحی و انبساط حجمی ختم کردیم انبساط سطحی تغییرات مساحت جسم در اثر تغییرات درجه حرارت و انبساط حجمی تغییرات حجم جسم در اثر تغییرات درجه حرارت بود و یک آزمایش بسیار جالب را از انبساط حجمی با هم دیدیم خب دوستان عزیز تا دیدار بعد که در بحث اه انتقال حرارت و هدایت حرارتی باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم شما را به خدای پاک میسپاریم خدایا رو نگهدارتان